سلام یا اول فرسا جان اینو بکشه بذارم این ور ستونای عزیز امیدوارم حالتون توپ باشه. حاجی محمد اومده با یه ویدیوی آموزشی ناب نیم براتون راجع به قهوه‌های قیمت بالا های کوالیتی بریم قهوه رو بررسی داشته باشیم ببینیم چه طعمایی داره و از کجا اومده و قیمتش چند سبزش. کانال حاجی محمد رو یه سابسکرایب داشته باشید. تو ویدیوهای آموزشی بعدی قهوه خفن‌تر قراره توضیح داده بشه. راجع به رست و دنیای قهوه کلی ویدیو داریم. ساب یادتون نره عزیزای دلم. اولین قهوه‌ای که ما قراره کار اداریش انجام بدیم قهوه‌ایه. بیارم جلو کار رو ببینید. این قهوه همینطوری که می‌بینید بیارم جلو جوجولی مجولی از این قسمت اینم بک قضیه است. حالا پشتش چه پکینگ خوشگلی زده اصلا آدم عشق میکنم توضیحاتش رو بگیرم نزدیک ببینید. آقا توضیحات این قهوه اولا این قهوه رو شد سوال براتون پیش به چقدر حجمش کمه. این حجمی که میبینید 12 کیلوه واسه ما یه بالا بندازه. چرا این وزنش 12 مثل این گونیای بک مثلا 30 کیلویی 60 کیلویی 70 کیلویی نیستش. این قهوه از کیفیت خیلی بالایی برخوردارم. من پشتش هم بهتون نشون دادم چون این قهوه کشور کلمبیاه. توضیحاتش هم اینجا خورده فینکا گرانخا پارایسو 92 گرانجا اسپانیولو میگن گرانخا به جی میگن خ. تقریبا قیمت این قهوه تقریبا سبز این قهوه 24-5 دلاره 20 خورده ای دلاره سبزش هر کیلوش تا نزدیک به 30 دلار تا برسه به دستتون بسته ای به حجمی هم که خرید میکنید داره. و توضیحات این قهوه کولومبیا ورایتیش پینک بوربونه 92 ال پرایسو 100% آرابیکا پروسس این قهوه آنارابیک فرمنتیشن ترمال شاک فست پروداکشن دیتش رو زده 23 مارچ 2023 این قهوه ناب و وزنش هم که 12 کیلو. حالا آقا سوال پیش میاد که حاج محمد این حاج محمد بذاره اینجا سوال پیش میاد که آقا چرا این قهوه رو تو وزنه یا کوانتیتی های کم تو بازار عرضه میکنن و نمیان مثل این گونی های پشت مثلا 60 کیلویی بزنن 30 بزنن 20 بزنن وزنشو هی دارن میارن پایین‌تر. قهوه این شکلی مثلا 20 دلار 30 دلار 50 دلار به بالا گرین بین یا دونه سبز موجود هست تو بازار ولی حالا مثلا هر چی خاص‌تر و خفن‌تر میشه وزنشو سعی می‌کنم بیارم پایین‌تر 24 کیلو 20 12 10. چرا حالا این اتفاقو دارم میندازم تو دنیای قهوه؟ این قهوه اولا که قیمتش خیلی بالاتره نسبت به کلیت بازار. بازار رو شما نگاه کنید قهوه‌ای که عمومه یعنی اکونومی تو همین خلیج استفاده میشه تقریبا بین 30 خورده ای درهم شروعشه تا مثلا دیگه خیلی حال میدن 80 تاست 80 درهم به بالا. مثلا قهوه که عموما تو کافه به صورت اسپرسو بیس و نوشیدنی با شیر میزنن مثلا قهوه‌ای که دیگه 80 درهمه دیگه جزو مثلا قهوه‌های خیلی خوب حساب میشه دیگه اوریج 80 درهم تقریبا میشه 8 عمانی ریال تقریبا کیلو 20 دلاره یعنی قیمتش بالاه. ولی خب قهوه‌ای که مثلا میاد یه رو 25 30 دلار مثلا قهوه اینجا که الان گذاشتم اینا تو سایز کمتری به فروش رسیده میشه گذاشته میشه و میخرن و مشتری هم که تقاضای این قهوه رو دارن تهیه میکنن حال داخل رستریشون اینا تو مقدارهای کمی به فروش میذارن. الان اگه دقت کرده باشید توی دنیای قهوه خیلی چیز جدیدی که الان اومده حالا الان داره به چشم میخوره شاید از چند سال گذشته این تو آمریکا و اروپا کشورهای خیلی خفن‌تر وجود داشته دارن قهوه رو توی ظرفای کم 50 گرم 100 گرم 150 از وزن 250 گرمی که عرف بوده و 1 کیلویی دارن تو حجمای کوچیک‌تر به فروش میذارن توی دنیای قهوه. چرا این قهوه رو تهیه میکنن؟ مثلا خب این قهوه کیلوش خیلی قیمتش میره بالا و شاید هر کسی توان خرید این دونه سبزا رو نداشته باشه مثلا بگم 1 کیلو بخرم خونم شاید اصلا به کارم نیاد اینو استفاده بکنم. الان یه تکنیک فروشی اومده که دارن انجام میدن رستری ها و پیشنهاد میکنم شما هم تو ذهنتون داشته باشید پیادهش کنید خیلی کاربردیه اینه که قهوه های ناب محمدی رو مثل اینا تهیه کنید رست کنید و میبینید مثلا تو پک های 12 کیلویی 10 کیلویی اینا به فروش دارن میذارن میتونید تهیه کنید دستگاهی که رستری که وزن کمتری داره اینا رو بزنید چون گران قیمت ترن نسبت به قهوه هایی که متفاوتن تو سایزای کوچیک 100 گرمی 70 گرمی 90 گرمی به فروش بذارید و حتی پک های کمتر الان مثلا تو ایران دارم میبینم تو تهران یه سری رستری دارن این کار انجام میدن دمشون هم گرم و خیلی ایده خیلی باحالیه. خیلی سال پیش چند سال پیش تو اروپا آمریکا پیاده شده الان هم تو خلیج حالا اینجا استارتش تقریبا تازه خورده یکی دو تا رستری این کارو دارن انجام میدن ولی ایده خیلی خفنیه و کاربردیه و این اجازه رو به مخاطبین قهوه این قضیه میده که حتی اگه کسی حالا بودجهشو نداره نمیخواد اصلا 1 کیلو گرم قهوه بخره اصلا به دردش نمیخوره نمیتونه اونو بخوره تازگی شب بین میره میخواد 6 ماه بمونه میتونه تو مقدار کمتر تهیه کنه تو حالا قوطی ظرف هر چی یه سایز کوچیک‌تر یه قهوه کیفیت ویژه ناب مثل این قسمتا که الان بعدیاشم بهتون توضیح میدم
تهیه کنه، خونه بزنه، چرخه قهوه اسپشیالیتی که تو دنیا درصد خیلی پایینی داره، اسپشیالیتی بیشتر کلا اکونومی و کامرشیاله، یه مقداری رشد کنه و همگی تست کنن و حالش رو ببر. قهوه بعدی که حاج محمد میخواد خدمت دوربین نشون بده، کارو بگی. کار واسه به مولا شانگهای. بچه‌ها این پک 10 کیلویه، میتونم بندازم. بندازم. آها. این کارت 10 کیلو. شما کارو ببین. اکوادور. نگم برات بکس گنگسته هم اصلا کلن کولومبیا اکوادورینا نگم برات به قرآن. اینجا کار بچه های شانگهای اکوادوره. این هم که توضیحاتشه، شرکتشون همه چی خورده. بچه ورایتی این قهوه که دیدید سیدراه، پروسسی که روش انجام شده نچراله، طبیعی یا خشک. بچه رو ببینم دیگه چه توضیحاتی نوشته. پروداکشن دیتشه جنوری 2023 و اکسپایری دیت داره رو پک تا 2028 تایم داریم. پکش 10 کیلویه. کاپینگ نوتس این قهوه رو من خدمتتون بگم، کاپینگ نوتس قبلی رو الان خدمتتون میگم. سیدرا نچرال یه طعم خیلی خفنی داره، اکوادورش مخصوصا. ورایتی سیدرا کشورهای مختلف الان دارن میدن به بازار، نام کلمبیا فلان همه این داستانا. اکوادور اصلا بذارید جدا، خیلی طعم خفنی داره با اینکه پروسسش نچراله، یعنی نه کربن مستریشن و اینفیوز و نچرال آناروبیک و اینا نیستش. مثلا این قهوه آناروبیک فرمنتده، تخمیر شده و طعمی که داره یه طعم تخمیری خیلی خفنه. خب کاملا میوه‌ای و این قهوه کاپینگ نوتسش مزه تمر هندی میده، مزه ارزم به خدمتتون نارنج میده، خیلی قهوه شیرینیه، مزه مغز والنات خیلی شیرین و پایان خیلی خوشایند و تمیزی داره. ولی خب میوه‌ای بودن این قهوه که با کتونی حاج محمد سته به این دلیله که دلیل اصلیش اینه که این قهوه فرمنتده، تخمیرش کردن. ولی خب این کار اکوادور به دلیل اینکه نچراله تخمیر ننداختنش، من این قهوه رو ترجیح میدم به این، چون اولا نچرال پروسس مورد علاقه حاج محمد نچرال. تو اینجا رو که دیدی اگه لذت بردی، من ادامهش رو بگم خدمتتون، میدونم حال کردی دیگه، فقط شما چنل حاج محمد سابسکرایب یادتون نره، ادامه توضیحات حاج محمد بده. حالا این قهوه نچراله و تخمیر نشده. الان تو دنیای امروزه قهوه خیلی قهوه های تخمیری و نچرال آناروبیک و آناروبیک فرمنتد و ترمال شوک و اینا خیلی طرفدار داره. یعنی مشتری ها که میان تو کافه ها میگن یه چیز فروتی بده، یعنی اصلا این اول جمله همشون میگن دنبال ما یه چیز فروتی میوه‌ای. نچرال آناروبیک این خواسته تمامی مشتری ها رو برآورده کرده و همه دنبال این قهوه. این اکوادوره نچراله، سیدراه، با اینکه هیچ تخمیری روش ننداختن یه طعمی میده، بخوری قبلت رو گم میکنی، این قهوه خفنی. حتما بهتون توصیه میکنم اگه به دنبال قهوه میوه‌ای خفن و طبیعی هستید پروسسش، اکوادور سیدرا فراموش نشه. این قهوه گرین‌بینی که میبینید برای سایفره، میتونید اونجا تهیه کنید. طعمش خیلی خفن، میوه‌ای، نگم براتون و ماندارین و اپرکات مپرکات و نارنگی و زردالو و طعمای گلی خیلی ناب و واقعا طعم خیلی خاصی داره. سایز دونش هم کشیده، بسیار زیبا و خوشگل مشکله. من بگیرم سایز دونش رو ببین اکوادورو. و پیشنهاد حاج محمد اینه که حتما تستش کنید. قهوه بعدی که میخوام خدمتتون توضیح بدم، خونسردی خودتون رو حفظ کنید، یه قهوه خیلی ناب دارم. واو، جیشا ولج. بچه رو بگید، اینم 12 کیلو نفسمون رو گرفت. گیشا ولج چاکا، بگیرم جلو توضیحات رو ببین. گیشا ولج چاکا، اینم خود دونش رو ببینید. کاپینگ نوتس این قهوه رو حاج محمد بگه خدمتتون. بچه این قهوه نچراله از اتیوپی و اسکور خوبی داره 87 که روش خورده. بچه رو من تکونش بدم. اینجا کاپینگ نوتس و کاپ پروفایل رو نوشته. فلورال، رازبری، بلوبری، درایت فروت، چاکلت، روز، رد گریپ و سویت فینیش. این کاپینگ نوتس این بچه بودش. این قسمت توضیحات دادم من، بگیرم بچه هم ببینم پروفایلش. یه اشتباه داره، مدل های مختلف داره این چاکاه. مشخصاتش رو خدمتتون بخونم. چاکا استید گرید وانه، ورایتیش که گیشای پروسسش نچراله، گیشای نچرال حرف نداره. ارتفاعش از سطح دریا تا 2699 متر میره. یه نکته خیلی جالبی که اینجا داره، اسکور کاپینگش هم که حالا زده، وزنش هم 15 کیلویه. بچه میگم چرا سنگینه این 15 کیلوه. این 12 بود، 10 15. میبینی هر کی حالا سیستم خوش شده. اینجا من اینجا رو نشون بدم بچه ها، اینجا اسکورش هم خورده 87 و 25. حالا اسکور کی داده به این 87 و 25؟ اسکور دادن کار مردم، نه کار کیو گریدر. سازمان جهانی قهوه CQI، کافی کوالیتی اینستیتوت، اومده کورس کیو گذاشته. شما میرید
یه سری امتحانات رو پاس می‌کنید، بعد اون به مدت 36 ماه شما یه مدرک میده به عنوان کیو. حالا عربیکا دارم، روبوستا مدل های مختلف داره، این قهوه عربیکا. طبق اون شما میتونید قهوه رو ارزیابی کنید، تمامی تعمیات ها، کاپینگ نوتس و اینا رو بهش برسید و عرضم به خدمتتون به یه اسکور نهایی با اختلاف خیلی کم دسترسی داشته باشید. و این اسکور رو SCA یا CQI کیو گریدر ها دادم بهش. عرضم به خدمتتون این نمره 87.25 نمره خیلی بالاییه. کلا نمره های این قهوه رو بخوام بهتون بگم 87.5 89.5 این اکوادور، این قهوه هم تقریبا 89. به صورت کلی قهوه های وزن کم بهترین روش استفاده شون امروز تو دنیای قهوه اینه که اینا رو تو مقدار خیلی کم رست کنیم و بفروشیم و این قابلیت و دسترسی رو به تمامی آدم‌ها بدیم، بتونن قهوه‌های اسپشیالیتی ناب محمدی رو چه تو منزل، چه تو شرکت، چه پیش رفیقاشون، کمپم، همه جا داشته باشن با یه قیمت متناسب و حالش رو ببرن. پروژه این قهوه‌های مقدار کم اینه. اکثر این قوطی‌ها و چیزهای خوشگلی که می‌بینید از این قهوه داره استفاده میشه. هزاران هزار مدل وجود داره، ورایتی کشور مختلف که این قهوه رو انجام میدن. این فرآیندی که حاجمانات بهتون میگه رو به صورت بیزینسی تیراژی میدن تو بازار. آرزوی موفقیت میکنم واسه همه روستری و همه کسایی که تو صنف قهوه هستن. هر سوالی راجع به دنیای قهوه، گرین مین، روستینگ، موستینگ، پروسس داشتید از حاج محمد بپرسید. خیلی خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا اینجای ویدیو کنار حاج محمد بودید. من واقعا صمیمانه حال کردم، عشق کردم. چنل حاج محمد برای ویدیوهای آینده سابسکرایب داشته باشید. کلی دونه سبز خفن و ناب محمدی قراره بیارم با هم یه صفای مشتی بکنیم. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.